بخش سوم مسابقه امشب رسیدیم. این بخش فرقی که با بخش دیگه داره این هست که جز این که میتونه بگه از کی بپرسم، میتونه بگه از خودم هم بپرس. قسمت هایی از فیلم جنگ جهانی اول ساخته جورج هیمن رو با هم دیگه میبینیم. 40 تا سوال هست، 20 تا سینمایی است، 20 تا طبق روال عادی برنامه. شما به فینال رسیدین، یک بار دیگه خودتون رو معرفی کنی. شماره 4 نصرالله رادش هستم، فوق دیپلم تراشکاری. شماره 5 حمید لولایی هستم، کلاس دوم دبیرستان سوم. شماره 6 رضا عطاران، هنردوست. خب قسمت هایی از فیلم جنگ جهانی اول ساخته جورج هیمن رو با هم میبینیم. قسمت هایی از فیلم جنگ جهانی اول ساخته جورج هیمن رو با هم دیدیم. میریم که سوال های سینمایی رو مطرح کنیم. چون برنده این قسمت نداره، دستا روی زنگ فشار نده اونو زنگ. دستا روی زنگ رو. ببخش. خب جنگ جهانی اول در فیلم گفت که در چه سالی اتفاق افتاد؟ شماره 4 اصلا در فیلم از این مسئله صحبت نشد. در اگه صحبت نشد ما چرا میپرسیم؟ شاید تو فیلم نگفته، من میپرسم. معما بوده دیگه. خنده داره؟ شما میدونی؟ بله. آروم گفت، گفت 1302. ممکنه تو فیلم آروم گفته باشه ولی سالشو گفته. بحث نکن. خب مردی که کلاه به سر داشت اسلحه رو کدوم دستش گرفته بود؟ دست چپ. شما میدونی؟ تو کلاهش بود. شما میدونی؟ دست راست. چپ نباشه راسته دیگه. خب امتیاز نمیگیرین واسه این هیچ کدوم. زودم زنگ نزنا. خب سوال‌های سینمایی تموم شد. 20 تا سوال عادی داریم. این مرحله فرقش با مراحل دیگه اینه که چراغ هم خاموش میشه. اگر سوال اشتباه بدی چراغش هم خاموش میشه. خب از کی بپرسم؟ 4 از شماره 4 دست ها رو زنگ برداشت. جنگ جهانی اول دوم بود یا جنگ جهانی دوم اول؟ جنگ جهانی اول اول بود، جنگ جهانی دوم دوم بود. اینی که من گفتم، جنگ جهانی اول دوم بود یا جنگ جهانی دوم اول؟ جنگ جهانی دوم. باز توضیح میده. شما توضیح واسه سوال من تکرار نکن. جنگ جهانی اول دوم بود یا جنگ جهانی دوم اول؟ جنگ سوال بحث میکن توضیح. شما میدونی؟ جنگ جهانی دوم اول تر بودی. بحث نکن. جای جای دوم اول بود یا اول دوم اول بود؟ سوال باز داره بحث میکن. سوال مشکل. شما چند سالته؟ من 21 سال. وقت چطور با این سن کمت انقدر خوب جواب میدی؟ معلومات هم زیاده دیگه. معلومات من بارها گفتم تو این مسابقه معلومات حرف اولو میزن. شرکت بکنید تو این مسابقه. ایشون هم با این سن کمش ببین چقدر آمادگی داره، چقدر همه رو داره درست جواب. بحث هم توی برنامه میاد نکنی. بحث کسی نکن. خب از کی بپرسم؟ از 5 5 به اسب سفید و سیاه چی میگن؟ گره خر. اونی که من گفتم، به اسب سفید و سیاه چی میگن؟ خر. آقا امتیاز بدیم چیکار کنم؟ ممکنه شما یه چیزی زنگ نزن دیگه. ممکنه شما یه چیزی بگی که نزدیک باشه به اون چیزی که ما خواستیم، ولی ما عین اون جواب رو میخوایم. حالا اینم قبول میکنیم ازش. خیلی خوب. از کی بپرسم؟ از 4 4 معنی خاطره چیه؟ خاطره به خاطر معانی زیادی داره. یکی از معانی اون یاده، یعنی به یاد آوردن، ریممبر کردن، به خاطر آوردن،
انواع و اقسام معنی دیگه هم داره که خارج از این توضیح هم بگو وقت تا صبح وقت به معنی معنی خاطره چیه؟ یعنی به یاد آوردن توضیح دو ساعت داد معنی خاطره چیه؟ یک کلمه است به یاد آوردن شما میدونی؟ یه بار دیگه سوالتونو بگی معنی خاطره چیه؟ آقا ما یه بار رفته بودیم تو خیابون بعد پول نشو وقت داری بعد پول پیدا کردیم گشتیم صاحبشو پیدا کردیم و دادیم به صاحبش این خاطره‌ای بود که داشت تموم شد یه کلمه کوتاه توضیح بده اینجوری شما بحث میکنی باز بحث نکن بابا نگفت معنی خاطره چی داره یه کلمه گفت خاطره معلوماتش خوب حسودیت میشه بحث نکن شما نگفتید خاطره تعریف کنید از توضیح از کی بپرسم از پنج از پنج اعضای اصلی داخل معده اعضای دیگه دو ساعت که نمیشه فکر کنی که اعضای اصلی داخل معده پا دست اعضای اصلی داخل معده میشه پا دست دست تو معده صورت اعضای اصلی داخل معده میشه هیئت مدیره فکر بکن هول نشید اون چیزی که من میگم فکر بکنی روده معده تمومش گفتم جوابشو شما چی میگی روده. من جوابشو گفت خب از کی بپرسم از خودم بپرسم آفرین به این شجاعت ببین با این سن کمش چقدر آمادگی داره چقدر پسر خوبیه و چقدر خوب همه رو پاسخ میده حتی میگه از خود منم بپرس خب حرف دهنکجی میدونی چیه یه 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 آفر 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 ببین چقدر آمادگی داره از کی بپرسم؟ از چهار چهار از اوراق بهادار اوراق ببخشید اوراق بهادار مثل چک توضیح ببین توضیح واسه من نده از اوراق بهادار یک کلمه است چک چک سفته دیگه دیر شد دیگه سفته بود دیگه من دو ساعت همه رو بگو و یکیش قبوله دیگه اون نباشه چک نباشه سفته است دیگه دوتا گفتیم ما فقط دوتا گفتیم آقای از اوراق بهادار میدونی چیه؟ سفته تموم شد ما گفتیم نه اون اول نه نه ما گفتیم نه نه بحث نکن اما اولی آقای خب از کی بپرسم؟ از پنج پنج از سیستم های پخش تلویزیون سیستم های پخش تلویزیون آی سی آی سی آی سی یه چیز دیگه است نه نه آی سی یه کار دیگه میکنه از سیستم های پخش تلویزیون کارتون کارتون تکراری ها کارتون قبول میکنه بازشون نامش کارتون تکراری آخرین سوال پال امشب هست خب انقدر حضور ذهن خوبه که سوال کم آوردیم همین یه دونه مونده آخرین سوال هم هست خب شما یک جمله بلند هست میگم یه بار تکرار کنید نه دیگه دست ها رو زنگ و زنگ دیگه نیست که من اول کی بپرسم از کی بپرسم از همون چهار خب یه جمله میگم شما یه بار تکرارش کن دو دوز رفتن پی دوز دیدن یک بز اول دوز دو بز دزدید دوم دوز یک بز دو دوز رفتن پی دوز دیدن بز اول دوز یک دوز دزدید دوم دوز یک دو بز دو دوز رفتن نه اینی که ادامه ند اینی که من گفتم نبود بحثم نکن یه نه اینی که من گفتم شما میتونی حالا ببین حالا ببین چجوری میگه دو تا دوز رفته بودن به بز بدزدن بعد اولی بز دوز دود خب بگو 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 اصلا حال نشون دومیه یه بز اشتباه بود بز برای من توضیح میده اشتباه بود این اونی که من گفتم و گفت دوز رفتم بز من نمیخواد بگید این اونی که گفتم و گفت یه یکشم کم بذاری قبول نمیکنم بحث میکنی اذیتت میکنم برنامه تموم شد حالتو میگه بحث نکن باش خب
به کم کم به پایان مسابقه امشب رسیدیم. هر ستاشون خوب بودن، هر ستاشون جایزه میگیرن. از هر سه دعوت میشه به برنامه فینال فینالیست های ما هم بیان. نفر یک جایزه شما نه دیگه زنگ نزن نفر یک جایزه شما میگیرید، یه جایزه هم اضافی به ایشون میدیم. بیان شرکت کنید تو این برنامه، ببینید با سن کمش چقدر واقعا پسر خوبیه، چقدر دوست داشتنیه، چقدر آمادگی داشت. همه رو جواب داد. سن تو این برنامه من بارها گفتم مطرح نیست. شما هم تو این برنامه میای دیگه بحث نه. حالا برنامه بعدی که نمیذارم بیای، ولی هر وقت اومدی تو این برنامه یه وقت اتفاقی من نفهمیدم، بحث با ما نکن، حواست باش. خب زنگم نزنید دیگه. آره خیلی خوب دستو گفتم. خب امیدوارم از مسابقه امشب ما خوشتون اومده باشه. تا دیداری بعد، خدا نگهدار. آدرس ما تهران، صندوق پستی. به امید دیدار شما در این برنامه. ببخشید، پنج ماه اومدم اینجا، بیشتر کارا رو من انجام میدم، هنوز حقوق نگرفتم. درسته که شما آشنای پدرزن بنده هستین، ولی یه بار نشد به من اجازه این ملاقات بدین. شما یک آدم خودخواه هستین. اگه من از اینجا برم شرکت شما ورشکست میشه، باید در اینجا رو تخته کنید برید دنبال یک کار دیگه. شما به من احتیاج دارید، اینو میفهمید؟ من حقوق میخوام، حقوق، حقوق. سلام از بنده است. بفرمایید بشینید. چند لحظه اجازه. بفرمایید صحبت کنین، گوشم با شما. عرض کردم پنج ماه اومدم اینجا، بیشتر کارا رو من انجام میدم، هنوز حقوق نگرفتم. درسته که شما آشنای پدرزن بنده هستین، ولی یه بار نشد به من اجازه ملاقات بدین. شما یک آدم خودخواه هستین. اگه من از اینجا برم شرکت شما ورشکست میشه، باید در اینجا رو تخته کنید برید دنبال یه کار دیگه. شما به من احتیاج دارید، اینو میفهمید؟ من حقوق میخوام، حقوق، حقوق. دست، دست. پس چرا چیزی نمیگی؟ نمیخوای حرف بزنی؟ سیمش وصل نشده بود. بفرمایید گوشم با شماست. میگم پنج ماه اومدم اینجا، بیشتر کارا رو من انجام میدم، هنوز حقوق نگرفتم. درسته که شما آشنای پدرزن بنده هستین، ولی یه بار نشده به من اجازه ملاقات بدین. شما یک آدم خودخواه هستین. اگه من از اینجا برم شما باید در شرکت رو تخته کنید برید دنبال یک کار دیگه. شما به من احتیاج دارید، اینو میفهمید؟ من حقوق میخوام، حقوق، حقوق. بس چرا هیچی نمیگی؟ زدی کتابا رو ریختی؟ خب مثل آدم بگو چی میخوای؟ صدام گرفتی یه سه دفعه گفتم. وایسا. با
تتریش تموم شده، باید بدم برام بخرم. کجا رفت آقا؟ مردم دیوانه شدن، میان هیچ نمیگن میرن. خب برم. سلام خاندایی جان، خاندایی جان، دی 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 دی. سلام ست سلام خاندایی جان، خاندایی جان، خاندایی جونه منه، خوشگل مو مشکیه، وقتی که ناراحت میشه چشم منو در میاره. خاندایی جون سعید رو دوست داره قدر هویج، وقتی که شب میخوابه تخت رو به اون کرده پیچ. سعیدم از رو زمین برمیداره آلوچه، میزنه با رنگ کف روی کت خاندایی. بابا سفیدا مال من نیست، سفیدا رو بزنم بیرون. اونم بزنم درست خوبه. ای خودش زن اضافی نه اضافی، فقط شاهه بمونه. سعید. بله سعید. سلام خاندایی. سلام دایی. خوبی؟ باشو بری لیمون آب بیار. اول دست بده. خوبی؟ باشو آب الان اون رو بدم. تشنگی. آب خاندایی شطرنج بلدی؟ نه دایی حالش ندارم. تو رو خدا بازی کنی خانده. یه بار حالش ندارم. نه خب ماچت کنم باشم. لا میگم حالش ندارم. یه بار یاد گرفتم اصلا اسم تو رو میذاریم گاری خاندایی پالوف. منم حال ندارم دایی. نه دیگه خستم الان حال ندارم میگم. دارم گریه میکنم. یه بار دارم خانده دیگه بخواهی دیونم 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 وح وح خانده. بازی بلدی؟ بلدی نگاه اینا سرباز یکی میاد جلو. خب گاهی هم حوض کنه دوتا. خب بگه این حوضش بلدم دیگه. این فیلا قلعه خود... چطور میره؟ قلعه؟ صاف مستقیم میره نه میزه. خب حالی یه دور بیشتر باید بازی نمی کنم دایی، خستم حال باشه. ندارم بخ بخ من دایی بازی میکنه. خب این یکی اضافی، نه اضافی نیست. خب این هاش خب شما این یا خانم دایی من اسب سیاه دوست ندارم، عوض بکنیم. این مال شما، این هم مال اینطوری خوشگل کرد. نه بیا قرم میکنی فورا نوبت من. بیا الان اسبم شیهه میکشه میاد اینجا. آفرین بفرمون. زدی؟ بایست الان بلایی به سرت بیارم، خورتوم اینو دراز کنم. این حالا بذاریم اینجا، بعدا تکفشو شد.
نه بیا اینو اومدم اینجا بفرما ای حرکت کن دیگه گاری وایس چکانه من اگه اینو بیام با این اینو بزنم خوب. شما با این اینو میزنی من اگه با این اینو بزنم یام اونجا شما با این اینو میزنی من خب اسب دارم یه میزنم بیلتونو میکشم بعد شما میان اینو میزنی بعد من یکی میام جلو شما مثل من میان بعد من میام اینو میزنم شما میان اینو میزنی بعد من اینو میارم اینجا بعد این دو ستان که هیچ اصلا بازی نیست بعد اینم میارم اینجا این الان کیشی دیگه کیشی باشه اینم میارم اینجا اینم بیرون ای مانتی مانت شدی